کامل. سلام بر شما بفرمایید. مسئول صدر، درود و تسلیت بر شما و همه ملت ایران و بیرندگان تلویزیون پارس به خصوص. مسعود عزیزم، منم تسلیت میگم، نمیدونم چی گفت واقعا. البته اینا ماندگارن، بچهای ما، آثارشون هست، کاراشون هست، حرفاشون هست، ولی خب تأثیر برانگیز دیگه، فقدانشون و غیبتشون سخته دیگه، هم برای خانوادهشون به ویژه. آقای میبودی، بغض چنان گلوی من رو تسخیر نکرده بود و نفشرده بود تا این لحظه امروز، تا که احساس کردم که چقدر دلم سوخت، چقدر قصه خودم، چه یک مطبه، چه ضربه بهم خورد برای این رضا فاضلی عزیزی که البته زمانی هم که بود از دیروز به پیش به اون طرف مرتب بهش عشق می‌ورزیدم، عنایت به خرج می‌دادم. این نیست که در این لحظه تحت تأثیر رفتنش قرار بگیرم، ولی رضا فاضلی یکی از افرادی بود و هست، میخوام بگم هست واقعا، که در بین جامعه بینندگان، آن شنوندگان خودش، بینندگان خودش، جای خاص خودش رو داشت. باور بفرمایید، من زمانی که در یک، در حقیقت، ارتباطات گسترده و وسیع قرار می‌گرفتم با ملت ایران، داخل ایران، خارج ایران، اولین، نمیگم اولین، ولی یکی از افرادی که در صدر جدول به عنوان حرمت و احترام بود و ارزش بود، رضا فاضلی برای مردم ایران بود. و من میدونم که امروز چه ضربه به لااقل اونایی که دوستدارانش بودن وارد شد، و اینجاست که به قول شجاعپور، دوست عزیز ما که از دوستان شما هم بود، که به این شهر غریب افتاده کارم تا چه خواهد شد، به پشت کاروان افتاده بارم تا چه خواهد شد، هم از سودای ماندن سر تهی، هم پای رفتن لنگ، شمار رفتگان را می شمارم تا چه خواهد شد. همینجور باید بشماریم شمار رفتگانی که آمدن از جلوی ما، رژه رفتن، همینجور رفتن به عشق خاک بیهن، در خاک سرد غربت مدفون شدن و این آرزو رو در اینجا به گور بردن. اینه که اقلا از این به بعد چشمامون رو و حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. ضمن اینکه برای، با تمام وجودم به شجره عزیز دعا میکنم و میدونم که بسیاری از افرادی که با این شخصیت و با این وجود و با این صداقت و با این میهن پرست که بسیار در دور و برش دشمنانش به هر حال خیلی چماق‌ها برداشتن و سالهاست که این کارو کردن، امیدوارم که اونها هم بدونن که شجره یک میهن پرستی است که تمام وجودش رو در اختیار کاری که لااقل من هم میدونم، درسته که شایعات درست میکنن، حرف زیاد میزنن، ولی شجره یک انسان واقعی است و براش دعا میکنم. آقای میبودی عزیز، خیلی تشکر میکنم. صدر عزیزم، امیدوارم که شما سالم باشید و عمر دراز، انجام کارهای بزرگ، همه ما در خدمت میهن هستیم. تشکر میکنم از شما. شما جرامی بودی، امیدوارم که عمر شما دراز باد و همینطور توجه همیهنان رو با تمام وجودم با صداقت جلب میکنم که حواسشون به یک تعدادی باشه که تمام وجودشون در نهایت ایران هست. آقای میبودی، قربونتون برم، ممنون، سپاسگزارم.